حکایت درختی که شهادت می‌داد. روزی از روزها که مثلش فراوان، در زمانهای گذشته در شهر طبرستان قاضی عادلی به نام ابوالعباس رویانی زندگی می‌کرد. او بسیار هوشیار و با درایت بود و به همین خاطر حکمای عادلانه‌ای می‌کرد و می‌دانست که چطور حق مظلوم را از ظالم بگیرد. این قاضی که در همه جا به عدالت خواهی مشهور بود، روزی از روزها که بر مسند عدالت و قضاوت نشسته بود، ناگهان مردی را دید که دست مرد دیگری را در دست دارد و او را کشان کشان به داخل دادگاه می آورد. پس از اینکه او را به نزد قاضی آورد، گفتی قاضی عادل، این مرد 100 دینار از من به عنوان قرض گرفته تا یک ماه بعد به من بدهد. اما اکنون 4 ماه از موعد پرداخت قرضش گذشته و قرض مرا نمی دهد که هیچ، بلکه انکار می کند که اصلا چنین پولی را از من گرفته است و می گوید تو به من پولی ندادی. قاضی از آن مرد که پولها را پس نمی داد پرسید ای مرد، آیا او راست می گوید؟ او گفت نه قاضی، او دروغگوست و به من تهمت می زند. بعد قاضی از مرد مدعی پولها پرسید ای مرد، آیا تو برای گفته های خود شاهدی هم داری؟ مرد گفت متاسفانه شاهدی ندارم. قاضی هم گفت چون تو شاهدی نداری، من نمیتوانم حرف های تو را قبول کنم. یعنی این رسم شریعت و محکمه است و من ناچارم که این مرد را که تو به او اتهام بستی سوگند دهم و اگر باز قبول نکرد نمیتوانم کاری بکنم. بعد مرد مدعی گفت قاضی، این مرد از سوگند دروغ ترسی ندارد و هر دروغی را بدون واهمه میگوید و از خدا هم نمیترسد. تو را به خدا قسم میدهم که فکر دیگری کن و چاره دیگری بیندیش. و بعد پیش قاضی به زانو افتاد. او زاری کنان التماس میکرد که قاضی حقش را از آن ظالم بگیرد. وقتی که قاضی دید آن مرد بیتابی میکند، فهمید که حق با اوست. بعد به آن مرد گفت ای مرد، برخیز و داستان خودت را با این مرد تمام و کمال به من بگو تا من چاره ای بکنم. بعد مرد بلند شد و شروع به تعریف داستان کرد. گفت ای قاضی، این مرد یکی از دوستان قدیمی من بود و اتفاقا چند ماه قبل بسیار محتاج شد. چون ورشکسته شده بود و سرمایه ای نداشت تا با آن زندگی کند، پس وقتی محتاج پول برای سرمایه تجارتش شد پیش من آمد و گفت ای دوست عزیز، مرا کمک کن. و ماجرایش را برایم تعریف کرد و من هم به او گفتم ای دوست، من همه داراییم از این دنیا 100 دینار است که آن را با مشکلات زیادی پس انداز کرده ام و با چه سختی نگه داشتم تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنم. اما چون تو به آن نیاز داری، من آن را به تو می دهم تا بعد از اینکه کارت رونق پیدا کرد آن را به من بازگردانی. بعد این مرد به من گفت من به تو قول می دهم که بعد از 1 یا 2 ماه پولت را به تو باز خواهم گردان، زیرا که من از تعداد دیگری از دوستانم نیز پول قرض گرفتم و با پولی که تو داری در حدود 1000 دینار می شود و بعد از 1-2 ماه که با آنها تجارت کردم و پول زیادی به دست آوردم، تمام قرضهای دوستانم و از جمله تو را می دهم. پس به من اعتماد کن. و من نیز به او اعتماد کردم و 100 دینار را به او دادم و من بودم و او و خدای بزرگ. قاضی گفت در آن موقع که پولها را به او میدادی کجا بودید؟ مرد گفت ما در زیر یک درخت در یک باغ بودیم. قاضی هم گفت تو که زیر درخت پولها را دادی، پس چرا گفتی که شاهدی نداری؟ پس درخت را به حساب نیاوردی و رو به آن مرد دیگر کرد و گفت تو چه میگویی ای مردک؟ آن مرد هینگر گفت دروغ میگوید قاضی، من هیچ پولی در هیچ جایی از او نگرفتم. پس قاضی گفت ای مردک، تو همینجا پیش من باش. و رو به مرد مدعی کرد و گفت ناراحت نباش، تو باید زیر همان درختی که پولها را به این مرد دادی بروی و اول 2 رکعت نماز بخوانی و 100 بار به پیغمبر صلوات بفرستی و بعد رو به درخت کرد و به او بگو که قاضی میگوید بیا و گواهی بده. در این زمان مرد هیله‌گر خندید، اما قاضی به او توجهی نکرد. بعد مرد مدعی گفت ای قاضی، می ترسم آن درخت به فرمان من به اینجا نیاید.
قاضی گفت اگر شک داری بیا و این مهر مرا بگیر و با خود به نزد درخت ببر و بگو این مهر قاضی است و میگوید بیا و گواهی بده چنانچه که حق من است پیش تو. مرد مهر قاضی را گرفت و رفت. بعد مرد هیلگر همانجا ماند و قاضی به رسیدگی به حکمای دیگر مشغول شد و دیگر به آن مرد توجهی نکرد. نوبت به دادرسی دو مدعی و مدعای دیگری شد. بعد قاضی در میان حکمشان رو به این مرد کرد و گفت ای مردک، آیا دوستت به آن درخت رسیده است؟ مرد که تمام حواسش متوجه دعوای آن دو نفر و حکم قاضی درباره آنها بود به قاضی گفت نه قاضی، هنوز نرسیده است. بعد قاضی بدون هیچ صحبت دیگری به کارش مشغول شد، اما آن مرد مهر قاضی را به درخت نشان داد و گفت ای درخت، به حکم این مهر قاضی بیا و شهادت بده. اما درخت هیچ حرکتی نکرد. بعد مرد که از درخت و آمدنش برای شهادت ناامید شده بود برگشت و نزد قاضی رفت و به او گفت که درخت نمی آید. قاضی گفت ای مرد، تو در اشتباهی، زیرا درخت آمد و شهادتش را داد و رفت. بعد قاضی رو به مرد حیله‌گر کرد و گفت زود باش، پولهای این مرد را که از او قرض گرفته ای پس بده، وگرنه تو را به زندان می اندازم. مرد حیله‌گر گفت اما قاضی، تا من اینجا نشسته بودم درختی نیامد که شهادت بدهد. قاضی گفت راست میگویی، هیچ درختی برای شهادت دادن به اینجا نیامد، اما اگر تو پولی از این مرد نگرفته ای و نمیدانی که این مرد چه میگوید و درختی را هم که در زیر آن پولها را گرفته ای نمیشناسی، چگونه وقتی که از تو پرسیدم آیا دوستت به آن درخت رسیده یا نه، تو گفتی نه، هنوز نرسیده است. اگر پولها را در زیر درخت نگرفته بودی باید میگفتی که نمیدانم کدام درخت را میگویی. پس تو پولها را از او در زیر درختی که خود آن را میشناسی گرفتی. پس زود باش پولها را به او پس بده. مرد حیله‌گر که دید رسوا شده و درایت و هوش قاضی او را غافلگیر کرده، به گناهش اقرار کرد و پولها را به دوستش برگرداند و از او عذرخواهی کرد و رفت. و آن مرد هم پولهایش را گرفت و از قاضی بسیار تشکر کرد و رفت.